در برنامه این هفته کلیک ربات‌های هولوگرامی رو می‌بینیم و پهپادهایی رو که از ضربات شمشیر در میرن و به ملاقات هیولاهای دریایی خواهیم رفت. امروز قصد دارم به سراغ یکی از بزرگترین چالش‌های زندگیم برم. Yes. اینجا در دانشگاه استنفورد در سیلیکون ولی با پهپادی روبرو خواهم شد که واقعاً میتونه هوای خودشو داشته باشه. این در واقع پژوهشیه که به پهپادها کمک میکنه تا پرواز هوشمندانه تری داشته باشن و بتونن از موانع طبیعی و مصنوعی حذر کنند. این پهپاد یاد گرفته که از من یا از این شمشیر دوری کنه و این کار رو در واقع با تشخیص علامتهایی که روی لباس من و همینطور روی این شمشیر گذاشته شده انجام میده. هم باهوشه. اول دوری میکنه، بعد بر میگرده به جای اول خودش. It's sampling the entire world that it concerns itself with, and it tries to connect a path. این شبیه خود جهانی که پر از موانع تلاش میکنه تا مسیرش رو از میان چنین دنیایی پیدا کنه و از هر مانعی دوری کنه. اما به هر حال موانع احتمالاً جابجا میشن، ممکنه وسط مسیر قرار بگیرن. اون باید دوباره برنامه‌ریزی بشه و این جریان گرون تموم میشه. از اون چیزایی که اگر به اندازه کافی دقت نکنین، ممکنه محاسباتش روزها و ماهها طول بکشه. اما ما مجبوریم تنها توی چند صدم ثانیه به سرانجام برسونیمش. سخت‌ترین ورزشی بود که امروز انجام دادم. در حالی که اینجا دارن تلاش میکنن تا کاری کنن که یک پهپاد بتونه دوری کنه از موانعی مثل چه میدونم کفتر و آدم و شاید پهپادهای دیگه، ناسا داره در یک ابعاد گسترده تر به این موضوع میپردازه. گزارش بعدی در همین زمین است. فرودگاه بین المللی لس آنجلس، هفتمین فرودگاه شلوغ دنیا. همین چند هفته پیش سر جابجایی 1,200,000 مسافر که برای گرامی داشت روز استقلال آمریکا به خونه‌شون می‌رفتند رکورد زد. اما این فقط مردم و هواپیما نیستند که بخش کنترل ترافیک نگرانشونه. پارسال در لس آنجلس 39 برخورد بین پهپادها و هواپیماهای جت رخ داد و حدود 250 حادثه مشابه در سراسر ایالات متحده ثبت شد. Unmanned aircraft systems is something that we're all trying to wrap our arms around. ما سعی می‌کنیم سیستم‌های هواگرد بدون سرنشین رو پوشش بدیم. فناوری‌ها و پلتفرم‌های متفاوتی داریم و دشواره که دقیقاً بفهمیم چطور می‌تونیم همه فعالیت‌های اینچنینی رو زیر پوشش قرار بدیم. به ویژه در مکانی به پیچیدگی فرودگاه بین‌المللی لس آنجلس. سامانه‌ای در اینجا آزمایش میشه که بین داده‌های رسمی و اطلاعات مفید دیگه مثل پیش‌بینی آب و هوا پیوند ایجاد می‌کنه. پس هدایتگران پهپادها میتونن با امنیت بیشتری پرواز کنند. کل کاری که باید انجام بدین اینه که اپ ایر مپ یا هر اپ دیگه ای رو که با اطلاعات مربوط به حریم هوافضا مرتبطه اجرا کنید. بعدش میتونین هشدارهای ترافیکی دریافت کنین و بدونین چه خطراتی ممکنه در منطقه‌ای که توش پرواز میکنین وجود داشته باشه. در کنار کمک به هدایتگران برای پرواز امن‌تر پهپادها، این موضوع برای فرودگاه‌هایی مثل اینجا هم یک فرصت تا بفهمند کی در حریم هواییشونه. من این امکان رو پیدا کردم تا به پشت صحنه سامانه‌ای که داره آزمایش میشه دسترسی اختصاصی داشته باشم. You can clearly see the areas that have been graphed out.
به وضوح میتونید مناطق مشخص شده رو مشاهده کنید که جاهایی هستند که پرواز دهنده ها از پرواز منع شدن. و سه موردی که اینجا داریم، اگر رو هر کدومشون کلیک کنید میتونید اطلاعاتی مثل ارتفاع، شماره تماس، اینکه چه کسی هستن، چه وقتی تقاضا دادن و نوع دستگاهشون که میخوان پرواز بدن رو ببینید. ما میتونیم به سرعت با پرواز دهنده تماس بگیریم و بهش بگیم که پهپاد رو پایین بکشه یا اطلاع بدیم که امکان تصادف وجود داره. این سامانه فعلا به طور آزمایشی در فرودگاه بین‌المللی لس آنجلس در حال بهره برداریه، اما واضحه که با توجه به ازدیاد پهپادها در آسمون‌ها همه فرودگاه دنیا باید فکری به حال این مشکل مشترک بکنند. شواهد نشون میده که آسمان در حال شلوغ پلوغ‌تر شدنه. همین ماه گذشته قوانین مربوط به پهپادهای تجاری سبک وزن در آمریکا به سرانجام رسید و اداره هوانوردی فدرال اعلام کرد که هدایتگران از این به بعد میتونن در ساعات روشنای روز پهپادهاشون رو در ارتفاع پایین‌تر از 400 پایی پرواز بدن. ناسا به خاطر پرتاب موشک‌های گرون قیمت به فضا زبان زده خواست و عامه، اما حرف ای اولی توی کلمه ناسا اول کلمه هوانوردیه و برای همینه که با اداره هوانوردی فدرال آمریکا همکاری میکنن تا وضعیت شلوغ پلوغ فزاینده پروازی رو در 25 سال آینده سر و سامون بدن. و چه کسی بهتر از گروهی از پژوهشگران مرکز پژوهشی ایمس برای حل مشکل مدیریت ترافیک هوایی؟ اونا کارشون رو با ساخت یک بستر فراگیر شروع کردن که اجازه میده پهپادهای تجاری و تفریحی با بازیگران فعلی ترافیک هوایی به خوبی کنار بیان. کل کار ما اینه که به یک شیوه ایمن امکان داشتن یک میدان دید گسترده و به مراتب فراتر از میدان دید سیستم‌های هواگرد بدون سرنشین رو فراهم کنیم. اسم فناوری استفاده شده در دوره آزمایشی است داینامیک جیوفنسینگ یا حساربندی جغرافیایی پویا، که حاوی جداول پروازهای برنامه ریزی شده و دیتابیس ردیابیه که به طور زنده بروز میشه تا هر کسی بدون کجا برای پرواز امنه و شامل حسگرهایی هم هست تا پهپادها به ساختمونها، اشیا و وسایط پرندهی دیگه و همدیگه برخورد نکنند. اینطوری بسته به نوع فعالیت، پرواز دهنده ها با انعطاف پذیری گسترده تری میتونن تعیین کنن که کجا میخوان برن، چه کارشون تحویل جنس باشه، چه بررسی زیرساخت و یا عملیات جستجو و نجات. و این فناوری ها هنوز در مراحل ابتدایی خودشون هستند و هنوز درس های زیادی رو باید بیاموزند. فعلا بازار پهپاد داره میترکه، اونقدری که پیش بینی میشه تا چند وقت آینده هر سال دو برابر بشه. با این شرایط هر سامانی که درست بشه باید این توانایی رو داشته باشه که بتونه خودش رو با این تغییرات سازگار کنه. همونطور که میبینید در عصر انفجار داده هستیم و اگر بشه این داده ها رو طوری مرتب کرد که راحت تر فهمیده بشن، کلی از مشکلات اون حل خواهند شد. به همین بهانه نگاه انداختیم به یکی از جذابترین و زیباترین روش‌های نمایش داده‌های فروش که همکارمون اسپنسر کلی پیگیری کرده. ما به دیدار جان آندرکوفلر اومدیم، شخصی که عمرش رو صرف طراحی اینترفیس‌های ویژوال کرده، رابط‌هایی که حجم عظیمی از داده‌ها رو می‌گیرن و اونا رو تبدیل به مفاهیمی تصویری می‌کنن، طوری که برای مغز ما قابل درک و تحلیل باشن. هر چقدر اطلاعات بیشتر به شیء فیزیکی شباهت داشته باشه، مغزتون بهتر میتونه ازشون سر در بیاره. در این شیوه نمایش بیننده میتونه الگوهایی رو تشخیص بده که تحت هیچ شرایطی نمیتونه صرفاً با نگاه به ارقام و اعداد متوجهشون بشه. در آزمون تجربی ما این موضوع کاملا مشهوده. سیستم بینایی انسان در دیدن الگوهای تصویری خیلی خوبه و ما می‌خوایم اینترفیس هایی در مقیاس های بزرگ بسازیم که به مردم اجازه این کار رو میدن. این تکنولوژی فقط برای امور پژوهشی نیست و همین الان شرکت های بزرگ دارن ازش استفاده میکنن تا نمایشی تصویری از داده هاشون داشته باشن. امریکا تا پیش از این معمولا غیر ممکن بود. صفحات نمایش هایرز و انیمیشن های دقیق و با کیفیت توسط این اهرم کنترل میشن و میشه باهاش چیزا رو چرخوند، زوم کرد و داخلش به پرواز در اومد. اینترفیسی که شاهدش هستیم شباهت قریبی داره به اونی که پیش از این در یه فیلم دیده بودیم.
فیلمی که اساساً پس از اکران شدن تبدیل به سنگ محک و معیاری برای سنجش رابطهای کاربری شد. فیلم گزارش اقلیت ساخته استیون اسپیلبرگ. و این شباهت غریب دلیل خوبی داره، چون که طرح و دیزاین هر دوی این رابطها کار خود جان بوده. من چندین سال در مدیا لب MIT کار میکردم و اینترفیس هایی مثل این رو میساختم. یه روز الکس مکداول، طراح تولید فیلم گزارش اقلیت، به دیدنم اومد. با هم صحبت کردیم و گفت که این مشکل استیون اسپیلبرگ رو که کامپیوترها در 50 سال دیگه چه شکلی خواهند بود حل میکنه. به همین خاطر از لس آنجلس خارج شدم و یه سال رو صرف طراحی تمامی جنبه های تکنیکی، معماری، اجتماعی و سیاسی اون فیلم کردم. و برای اونایی که علاقه یا نیازی به تجربه های مدل تام کروزی ندارن، اینجا یه چیز یکم کاربردی تر و روزمره تر هم پیدا میشه. این یه ابزار همکاری گروهیه در دفتر جان به نام مزنین که به عده زیادی امکان میده روی صفحه بزرگ کارشون رو نشون بدن و دربارش بحث کنن. مزنین به هر کسی اجازه میده که از هر دستگاهی استفاده کنه و صفحه تصویرش این بالا روی دیوار ظاهر شه. الان ما اینجا دو تا لپتاپ داریم، اونجا هم دو تا تبلت داریم که تصویر صفحه‌هاشون داره پرتاب میشه روی اون دیوارا. بعدش هر کی میتونه یه اهرم برداره و یه صفحه رو بگیره و انتقال بده به یه جای دیگه. مثلا من الان اینو میبرم اونجا. و وقتی میگم هر کی، منظورم فقط افراد داخل این اتاق نیست. منظورم هر فردی در هر دفتریه که الان به مزنین متصله. مثلا در این مورد نیویورک، بله، الان ایشون داره یکی از تصاویر ما رو میدزده و میبره نیویورک. پس با این حساب دیگه دوران جلسات و میتینگ های یه نفره سر اومده و الان دور زد و خورد همگانیه که توش هر کسی میتونه هر چی بخواد به هر کس دیگه نشون بده، چه صفحه شخصیش، چه ویدیو از وب، یا تصویر زنده از وایت بورد دفتر کار. البته آینده فقط درباره استفاده مشترک از صفحات نمایش نیست، بلکه درباره استفاده مشترک از پردازنده ها هم هست. جدیدترین پروژه جان یک سیستم عامله که اجازه میده برنامه‌های کامپیوتری مختلف به سادگی با نزدیک کردن دستگاه‌هایی که دارن روشون اجرا میشن به هم وارد تعامل با هم دیگه بشن. الان داده‌ها از ماژول برنامه‌ریزی شهری میرن به ماژول تحلیل سیگنال و اونم ماژول مدیریت شبکه رو باخبر می‌کنه. این یعنی هر برنامه میتونه با هر برنامه دیگه صحبت کنه، مثل من و شما که داریم با هم انگلیسی صحبت میکنیم و با هر کس دیگه ای که انگلیسی بلده هم میتونیم حرف بزنیم. طبعا اگر این پروژه به بار بشینه میتونه آینده کامپیوتری روشنتری رو رقم بزنه. در این هفته شاهد بودیم که یک هواپیمای خورشیدی دور دنیا رو چرخید، اپل 1 میلیارد آیفونش رو فروخت و دانشمندان با ربات فضاپیمای فیله خداحافظی غم‌انگیزی داشتند. علاوه بر همه اینا، نمایش سه‌بعدی بدون نیاز به اینک به زودی راهش رو به سینما باز میکنه. هرچند چون این فناوری در حال حاضر در مقیاس کوچکتر وجود داره. آزمایشگاه هوش مصنوعی و علوم کامپیوتری دانشگاه MIT و انستیتو علمی وایزمن نمونه آزمایشی ساختند که راه حل مشکل تماشای بدون عینک روی نمایشگرهای بزرگه. این فناوری تماشای سه‌بعدی بدون عینک رو ممکن میکنه، البته به شرطی که جابجا نشید. پس بهتره که بشینید و زیاد وول نخورید. فکر میکنید شخصیت‌های گیم کامپیوتری به احساسات بیشتری نیازمندند؟ با این هدست واقعیت مجازی ردیاب چهره میشه امیدوار بود که راهی برای تزریق احساسات به دنیای واقعیت مجازی پیدا شده. دوربین‌های فروسرخ داخلش میتونن چشم‌ها، ابروان، آرواره و دهان شما رو ردیابی کنند. بنابراین آواتارتون بر پایه حرکات صورتتون واکنش نشون خواهد داد. این هفته هفته خوب و بدی برای خانه‌های هوشمند بود. خوب از این لحاظ که آتش سوزی خانه‌ای که توسط دوربین امنیتی نتاتمو گرفته شده بود صاحب خونه رو خبر کرد تا اون هم به نوبه خودش آتش نشانها رو باخبر کنه که خودشون رو زودتر به صحنه برسونند. و بعد هم از این نظر که فشار روی سرور باعث قطعی تعدادی از غذا دهنده‌های هوشمند حیوانات مربوط به شرکت پتنت شد و معناش اینه که بعضی از سگا و گربه ها گرسنگی کشیدند.
چند سال میشه که ما درباره دو مفهوم مرتب صحبت میکنیم. یکیش واقعیت مجازیه یا virtual reality و دیگری واقعیت افزوده است یا augmented reality. حالا اگه این دوتا رو با هم تلفیق بکنیم به مفهوم تازهی میرسیم به نام واقعیت تلفیقی یا mixed reality. حداقل اونطوری که ناسا و مایکروسافت بهش میگن. واقعا معرکه است. فکر کردین میدونین واقعیت مجازی چیه؟ من که تازه وقتی به JPL آزمایشگاه پیشرانش جت ناسا در کالیفرنیا اومدم و با هولولنز به مریخ منتقل شدم فهمیدم جریان چیه. الان در میدان دیدم این پنجره کوچیک رو دارم که از داخلش میتونم ببینم و انگار که روی سطح مریخم. تصویری که روبرومه واقعا محشره. اینا تصاویری حقیقی هستند که توسط مریخ نورد کیوریاسیتی و مدارگرد رنسانس گرفته شدند. اصلا کیوریاسیتی هم همینجاست. سلام رفیق شفیق. میتونم عملا دوروبر این کاوشگر را برم. پروژه دستینیشن مارس به زودی در مرکز فضایی کندی و به منظور جذب توریست افتتاح میشه. منتها همین الانش هم این تشکیلات به دانشمندا امکان داده که درباره سیاره سرخ با هم بحث کنن، اونم در حالی که روش ایستادن. و با اینکه در حال حاضر نمای قابل مشاهدهش محدوده، ولی همینش هم قشنگ جواب میده. این دستگاه با دوربین و سنسورهای داخل خودش موقعیت مکانیش و جهت دیدتون رو تشخیص میده. معناش اینه که هیچ محدودیتی نداره. یا به عبارتی معناش اینه که میتونم خیلی راحت و آزادانه اینجا حرکت کنم و به هر وری برم. و اگه بخوام از این وقت غیب میشم و همینطور راهمو در مریخ ادامه میدم. برای بچه معذرت بخوام. به کارتون ادامه بدین. من هنوز رو مریخم. اینجا رو یه دستگاه فوتوکوپی. پس در تئوری معنای همه این چیزایی که گفتیم اینه که اگه اطلاعات لازم رو داشته باشین و معلوم باشه که 5 یا 100 کیلومتر اونورتر چه شکلی به نظر میاد، میتونم همینجوری راهمو ادامه بدم. هولولنز یه هدست واقعیت تلفیقیه، یا اونجوری که مایکروسافت میگه Mixed Reality Headset. به این معنا که در اون اشیاء مجازی میتونن در کنار اجسام واقعی ظاهر شن و افراد میتونن در یک تجربه واحد شریک شن. طراحان نسل بعدی مریخ نورد JPL با استفاده از هولولنز میتونن طرح و نقشه هاشون رو از صفحه کامپیوتر بیرون بیارن و در مقیاس واقعی و سه‌بعدی مشاهدهشون کنن. ما مجبوریم چنین وسیله‌ای رو اینجا در زمین بسازیم و افراد باید دور و برش امکان حرکت و چرخ زدن داشته باشن. مثلا باید بتونین دستتون رو به این شکل داخلش ببرین و یه پیچ رو بچرخونین. پیاده سازی همه جزئیات، اونم روی صفحه دو بعدی کامپیوتر رو در مقیاس کوچیک‌تر، کار به شدت سخت و زمانبریه. در حالی که الان میتونیم روی این مدل هولوگرام نشونه و پوینتر بذاریم. مثلا اگه بخوام راجع به آنتن در این بخش صحبت کنم، روش یه پوینتر میذارم و همه کسایی که در جلسه هستن میتونن ببیننش. این پوینترها قطعاً تجربه واقعیت تلفیقی رو ملموس‌تر میکنن و این ایراد که نمیشه مدل‌های سه‌بعدی رو در فضای مجازی لمس کرد رو تا حدی رفع میکنن. واقعیت مجازی چند سالی میشه که جایگاه خودش رو حسابی وا کرده، به خصوص در دنیای گیم. اما این تازه سرآغاز قصه وی آره. مارک چسلک سری زده به شرکتی که قراره جایگاه وی آر رو حسابی ارتقا بده. در سایه رشته‌کوههای واساج در یوتا یه وی آر فوق پیشرفته داره تولید میشه. به وید خوش اومدید، یا به طور دقیق‌تر به واحد تحقیق و توسعه‌اش. داخل اینجا یکی از آینده‌های ممکن برای تکنولوژی واقعیت مجازی داره شکل می‌گیره. وید یه تجربه واقعیت مجازی وایرلسه که داخل یه تشکیلات اختصاصی و ویژه صورت می‌پذیره. برای مجهز شدن به یه کوله پشتی، یه پلیت روی سینه و یه هدست احتیاج داریم. و اون چی که در هدست میبینین رو میتونین در دنیای واقعی حس و لمس کنین. خب
خالقینش اسم این تشکیلات رو گذاشتن هایپر ریالیتی. خب الان توی معبدم. به بالا که نگاه کنم میتونم ستاره ها رو ببینم. خرابه ها دور و برم. حالا اگه دستامو دراز و دیوارا رو لمس کنم میتونم حسشون کنم. میتونم این تاج و تخت رو حس کنم. فکر کنم خودم و دوتا دیگه از پایه‌گذارهای شرکت واقعا میخواستیم یه هولودک خلق کنیم. منظورم اینه که یه چنین بلند پروازی رو داشتیم. همه ما عشق جنگ ستارگان و استار ترکیم و پیشینه کاریمونم ساخت و تولید گیم و فیلم و طراحی صحنه‌های شعبده بازی بوده. میتونم شعله هایی که بالا میرن رو ببینم و به محضی که نزدیکش میشم داغتر میشه. با تحریک هیترها توسط سنسورها این حس بهم القا میشه که کاسه سنگی روبروم غرق در آتیشه. و اینجا میتونم یه مشعل ببینم. اوه اینو هم میتونم حس کنم. مشعل از شکاف دیوار بر میدارم و تو دستم نگهش میدارم که یه جورای شبیه مشعل آستک هاست. الان هدست داره به هم میگه که دنبال چیزای داخل این محیط بگردم. باید حواسم به یه سری از سرنخ ها باشه، از جمله اینکه بفهمم بعدش کجا باید برم. این که بشه بدون سیم و کابل اینور اونور چرخ زد اصلا مفهوم واقعیت مجازی رو به کل عوض میکنه. یکی از فاکتورهای محدود کننده واقعیت مجازی پیشرفته در خونه اینه که هدست هنوز باید به یک کامپیوتر وصل باشه، که طبعا حرکتتون رو از این بابت که تا چه حد میتونین از کامپیوتر دورتر برین محدود میکنه. برابرش اینجا راه حلش رو پیدا کردن، البته با کمی تقلب، چون که همین الانش هم هدست به یک کامپیوتر وصله، منتها اون کامپیوتر داخل این کوله پشتیه و مابقی این تشکیلات هم کارهای دیگر رو انجام میدن. پلیت روی سینه تعدادی هپتیک پد رو خودش داره که وقتی فعال بشن بازخورد لامسه‌ای ایجاد میکنن. در همین الان جلوم ترکید روی قفسه سینم حسش کردم، انگار که خورده سنگای اون در به تنم کوبیده شدن. البته نسل فعلی این کیت محدودیت های خاص خودشو هم داره. میخواییم تا اونجایی که بتونیم واقعی درش بیاریم، اما قطعا محدودیت هایی هم وجود دارن. مثلا رفتن به طبقه بالا یکی از اون چالش هایی که باید بعداً بهش بپردازیم. بنابراین فعلا همه چیز در یک سطحه. از قرار معلوم تیم وید برای خلق فضای مورد نظرشون فقط متکی به تکنولوژی نیستن. من خودم شعبده باز بودم و به مدت یک دهه در این حوزه کار میکردم و اینطور که به نظر میاد شعبده بازی و واقعیت مجازی یه جورایی به هم شبیهن. مثلا منحرف کردن دید و اینجور ترفندهای روانشناسانه رو میشه داخل واقعیت مجازی قرار داد و باورپذیرترش کرد. ترفند دیگه اینه که به محض اینکه چیزی در محیط به شما میخوره بازخورد لامسه ایش رو در جا حس کنید. ای تارنکبوت همه جا هستن. خوشحالم که دارم از اینجا بیرون میام. صحنه بعدی رو از دید هدست نمیتونیم نشونتون بدیم، چون راستش یکم زیادی وحشتناکه. به محض اینکه پامو داخل یه غار عظیم و سرد گذاشتم یه غول دریایی بهم حمله کرد. اینم تأثیری که روم گذاشت. داره حرکت میکنه و همزمان تعدادی فن با وزش باد سرد قرش هیولا رو شبیه سازی میکردن. و برگشتیم به دنیای واقعی. خیلی مهیج بود. این تیم در یه همکاری مشترک با سازنده های سری تازه فیلم گوستباسترز پروژه مشابهی رو برای جذب بازدید کنندگان موزه مادام توسو در نیویورک ترتیب دادن. اما هدف نهاییشون اینه که برای خودشون یه مرکز اختصاصی افتتاح کنن، یا به عبارتی چیزی شبیه به کلوپ‌های بازی‌های آرکید، البته از نوع وی آرش. برنامه هفته همینجا تموم میشه. تکرار این برنامه رو تو وبسایت ما ببینید به نشونی bbcpersian.com/click.
در تماس باشید با ما از راه ایمیل persianclick@bbc.co.uk، از راه توییتر با شناسه @persianclick و همتر از طریق صفحه فیسبوک ما که نشونیش هست facebook.com/persianclick. ممنون از همراهیتون، تا برنامه بعد و موضوعاتی نو، بدرود و خدا نگهدار.